درود خدمت شما شنوندگان عزیز، همکنون با برنامه دلگرمی مهمون خونه های شما هستیم. درود خداوند بر شما شنوندگان گرامی، شما به برنامه دلگرمی گوش میکنید. من مژگان هستم و خیلی خوشحالم که امروز از طریق این برنامه میتونم مهمون خونه های گرم و صمیمی شما باشم. ما توی این برنامه سعی داریم شما عزیزان رو تشویق کنیم و باعث دلگرمی شما باشیم. تو این قسمت قراره در مورد انجام کار درست صحبت کنیم. پس تشویقتون میکنم که با برنامه امروز ما همراه باشید. تا حالا شده تو زندگی برای انجام کار درست بها داده باشین؟ مثلا اینکه به خاطر سازش نکردن با گناه از سمت بعضی از دوستاتون طرد بشین. ممکنه بقیه به شما برچسبای مختلفی بزنن، مثلا اینکه چقدر تو خشکی مذهبی هستی، یا اینکه تو چقدر مثبت و پاستوریزه‌ای، یکم با ما باش. وقتی این چیزا رو میشنویم گاهی شک به دلمون راه میدیم. میدونین گاهی اوقات برای انجام کار درست باید یه بهایی پرداخت بشه که البته مطمئنم از چشمان خدا دور نمی. سالها قبل باید برای انجام کاری مصاحبه می شدم. تو اون روزا یادم دوستا و اطرافیا منو تشویق می کردن که توی این مصاحبه یکم بزرگ نمایی کنم و به قولی یکم پیازداغشو زیاد کنم و به دروغ یه چیزایی بگم که واقعیت نداره، چون به قول خودشون این کار درصد قبولی منو بالا می برد. اما خدا رو شکر به حرف هیچ کدوم از اونا گوش نکردم و تصمیم گرفتم که با صداقت کامل پیش برم و نتیجه رو به خدا واگذار کنم. باورتون نمیشه که کمتر از یک هفته جواب قبولی ما توی اون مصاحبه اومد، چیزی که هیچ کس باورش نمیشد و من با افتخار به دوستان میگفتم اگر خدا بخواد هر چیزی ممکنه. وظیفه ما فقط اینه که کار درست رو انجام بدیم و نتیجه رو به خود خدا واگذار کنیم. میخوام یه داستانی از کتاب مقدس براتون تعریف کنم. داستانی از یه پسر نوجوان که توی زندگیش به حرفای منفی هیچ کس اهمیت نمیداد. اون با اینکه سنش کم بود اما شهامت خیلی زیادی داشت، طوری که هیچ کس باورش نمیشد. اون پسر کسی نبود جز داوود. داوود پسر کوچیک خونواده‌ای در بین 7 پسر دیگه بود. داوود توی اون سن کم هر روز باید گوسفندا رو به چرا می برد و وقتی که توی دشت و صحرا مشغول چوپانی بود فرصت و غنیمت می شمرد و خدا رو با نواختن چنگ می پرستید و برای اون سرود می خوند. تعجبی نداره که چنین شهامتی و چنین ایمانی در اون پدید اومده بود، چون اون هر روز وقتش رو با خدای خالق سپری می کرد. یه روز وقتی برادرای داوود تو میدون جنگ بودن، پدرشونو فرستاد تا برای برادراش غذا ببره. وقتی که داوود پا به اونجا گذاشت، دید که همه مضطرب و پریشونن، چرا که یه مرد غول پیکر فلسطینی به اسم جولیات قرار بود که وارد میدون جنگ بشه و داشت برای همه شاه خشونه می کشید. در بین قوم خدا هم هیچ کس نبود که شهامت انجام این کارو داشته باشه و همه می گفتن که ما زیر پاهای اون له می شیم.
داوود که حسابی تعجب کرده بود به بقیه گفت: یعنی هیچ کس توی قوم خدا نمیتونه با جولیات به جنگه؟ حالا که اینطوره من این کارو میکنم. صدای تمسخر تمام سربازا محوته رو پر کرد، طوری که برادراش حسابی خجالت زده شده بودن. این صحنه برای شما آشنا نیست؟ موضوعی که یکم قبل‌تر در موردش باهاتون صحبت کردم. برای شما هم پیش اومده که وقتی با شهامت قصد دارین یه کار درست رو انجام بدین، با تمسخر دیگران مواجه بشین؟ اگر اینطوره، پس بیاین ببینیم ادامه داستان چی میشه. آیا اونا بازم به تمسخرشون ادامه میدن یا نه؟ داوود پیش شاول پادشاه رفت و پادشاه وقتی جدیت اونو دید قبول کرد که داوودو به میدون جنگ بفرسته. حتی زره مخصوص خودش رو هم به داوود داد. اما وقتی داوود اونو پوشید دید که اندازش نمیشه و باهاش راحت نیست. پس اونو قبول نکرد. داوود حتی شمشیر و سپر رو هم قبول نکرد و با یه فلاخون وارد میدون جنگ شد. همه فلسطینیا شروع به تمسخر داوود و پادشاه اسرائیل کردن و گفتن: کسی بزرگتر از این نداشتین که بفرستین توی میدون جنگ؟ اما داوود حسابی خیالش راحت بود. خیلی آروم و راحت وارد میدون جنگ شد، چون تکیهش بر خدا بود. اون نگاهش به جولیات نبود، بلکه نگاهش به قدرت خدا بود. داوود جلو رفت و به جولیات گفت: تو با شمشیر و نیزه نزد من میایی، اما من با نام یهوه خدای اسرائیل. این جمله همیشه منو حیرت زده میکنه. یکم فکر کنید. اول اینکه داوود چقدر دلش قرص بود. اون فقط یه پسر نوجوون بود، اما چه ایمانی داشت، چه اطمینانی داشت که اون روز تونست در مقابل این مرد غول پیکر بیسته و به خودش جرأت بده که با اون بجنگه و مطمئن باشه که پیروزی هم از آن اونه، چون پیشاپیش داره پیروزی رو هم حتی اعلام میکنه. دومین چیزی که برای من خیلی جالبه اینه که داوود همون اول جلال رو به خدا میده، نه به خودش. خب میدونین همه ما دوست داریم که تحسین بشیم، دوست داریم دیگران از ما تعریف کنن، دوست داریم که اسممون توی ذهن بقیه حک بشه و تبدیل به یه اسطوره بشیم. اما این نهایت فروتنی یه شخص رو میرسونه که به جای بالا بردن اسم خودش، اسم خدا رو بالا ببره و پیشا پیش اعلام میکنه که پیروزی به خاطر خود خداست و قوتی که اون میبخشه. پیروزی که تا لحظاتی بعد همه نظاره‌گرش خواهند بود. و این پیروزی فقط به خاطر قدرت خدای عظیمه. چه ایمان زیبایی! اون روز داوود با استفاده از یه سنگ کوچیک که با فلاخون به پیشانی جولیات پرت کرد، پیروز میدان شد. بله عزیزان، وقتی که ما کار درست رو انجام میدیم و روی اون میستیم و با ایمان و اقتدار به پیش میریم، پیروزی از آن ماست. شاید امروز دیگران شما رو به خاطر اینکه مسیحی هستید
مورد تمسخر قرار بدن. اما میخوام تشویقتون کنم که مثل داوود روی ایمانتون بیستین. از جلیات‌های زندگی نترسین. مهم نیست که دیگران چی میگن. مهم نیست اونا چطور فکر میکنن. اما تو کار درست رو انجام بده. ما یه مثال اشتباه داریم که میگه خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. خب این مثل یه جورایی با مسیحیت مغایرت داره. چی میشد اگه عیسی مسیح همرنگ فریسیان و فرهنگ اون زمان میشد؟ چی میشد اگه داوود همرنگ بقیه میشد و از ترس پا به فرار میذاشت؟ اتفاقا میخوام بهتون بگم که شما منحصر به فرد هستین. پس منحصر به فرد عمل کنید. نگاه نکنید که بقیه چی کار میکنن، بلکه مثل داوود نوجوان با اطمینان کار درست رو انجام بدید و از این طریق جلال خدا رو در زندگیتون خواهید دید. خدای قادر مطلق، تو رو میپرستیم ای خدای زنده. مرسی که دستان قدرتمند تو ای خداوند در این دنیا در زندگی ما عمل میکنه. امروز اعلام میکنیم که تمام تکیه ما بر تو هست. چشمان ما ای خداوند مثل داوود بر تو هست. برای پیروزی در زندگی خداوند، برای مقابله با مشکلات، برای مواجه شدن با جلیات های زندگی به تو نیاز داریم ای خدای زنده. نیاز داریم که با قدرتت ما رو پیروز میدان کنی. امروز تکیه‌مون بر تو هست. ما رو ببخش برای لحظه هایی که به دیگران تکیه کردیم، به داراییمون تکیه کردیم. ما رو ببخش برای لحظه هایی که به جای نگاه کردن به تو ترسیدیم، عقب کشیدیم، هم رنگ بقیه شدیم. اما امروز تصمیم میگیریم با قدرتی که از تو میگیریم بایستیم، ادامه بدیم و کار درست رو انجام بدیم. در نام عیسی مسیح، آمین. خب دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم. امیدوارم که از برنامه ما برکت گرفته باشید و همین امروز، همین لحظه یه تصمیم جدید با خودتون بگیرید و دیگه اجازه ندین که ترس هاتون و حرف ها و قضاوت های دیگران شما رو از انجام کار درست و اراده خدا دور کنه. قوت و سلامتی خدا با تک تک شما عزیزان باشه و بمونه. تا برنامه آینده، خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، از اینکه تا این لحظه با برنامه دلگرمی با ما همراه بودین سپاسگزاریم. شما میتونین نظرات و پیشنهاداتتون رو از طریق شماره واتساپ 201-638-9898-98 و یا از طریق آدرس info@persianworldradio.com و همچنین وبسایت persianworldradio.com برامون ارسال کنید.